امروز هفتم نوامبر 2017 یکصدمین سالروز انقلاب اکتبر روسیه می باشد. انقلاب روسیه در تقویم قدیمی روسیه در 25 اکتبر روی داد. به همین دلیل به آن انقلاب اکتبر می گویند. انقلابی که چهره جان را تا به حال نیز دگرگون ساخته است. انقلابی علیه سرمایه‌داری با هدف محو نابرابری و ستم و ایجاد جهانی متفاوت و نظامی سوسیالیستی جهان را لرزاند. اما این انقلاب شکست خورد. در بررسی و تحلیل انقلاب اکتبر روسیه هزاران کتاب و مقاله نوشته شده و سمینارها و بحث‌های موشکافانه انجام گرفته است. امروز از زاویه بررسی دلایل شکست آن و برخی از پیامدهای این انقلاب با دکتر محمد قراقزلو گفتگو می‌کنیم. دکتر محمد قراقزلو در زمینه شکست انقلاب روسیه پژوهش‌های متعددی دارد و یکی از کتاب‌های وی با عنوان امکان فروپاشی سرمایه‌داری دلایل شکست سوسیالیست اردوگاهی منتشر شده است. وی همچنین در دانشگاه‌های ایران و هلند تدریس کرده است و حال در ایران اقامت دارند. با هم این گفتگو را می‌شنویم. آقای محمد قراقزلو، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی قرار دادین و مهمان برنامه ما شدین. 100 سال پیش انقلاب بلشویکی اکتبر در روسیه به عنوان واقعی که جهان را لرزان تعبیر و توصیف شد. امروز تلاش میشه که در یه سکوت با اون برخورد بشه و به نوعی این انقلاب از دستان پاک بشه. چرا و آیا هنوز تأثیرات و پیامدهای انقلاب اکتبر ادامه داره؟ بله، 100 سال پیش انقلاب اکتبر اتفاق افتاد و علیرغم این که به دلایل مبسوطی که اینجا تلاش میکنیم به گوشه ایش اشاره بکنیم، انقلاب شکست خورد و با این حال که شکست خود دستاوردهای عظیمی نه فقط برای اتحاد جماهیر شوروی بلکه در سطح اروپا، در سطح جهان و حتی در سطح منطقه و ایران داشت. علیرغم اینکه انقلاب شکست خود با تمام دستاوردهایی که داشت، از سال 1991 بودش که سرمایه‌داری، تئوریسین‌های سرمایه‌داری در دانشگاه‌های مختلف از جمله در دانشگاه MIT، در دانشگاه هاروارد، افراد مختلف تزهایی رو مطرح کردن که سوسیالیسم دورانش تمام شده، گویا سوسیالیسم رو با سوسیالیسم اردوگاهی و اونچه که به ناحق از دست کم از سال 1935-36 به بعد در شوروی حاکم شده بود به عنوان سوسیالیسم جا زدن و یک ژانری از سرمایه‌داری دولتی بود و طبعا به دلایلی که خواهیم گفت شکست خورد. اینو در جای مختلف تئوریسین‌های سرمایه‌داری، کسایی که حتی از طرح مدون یک نقد ساده نسبت به نظریه ارزش مارکس با تمام امکانات آکادمیکی داشتن عاجز بودن، او شیپور دستشون گرفتن و دوران پایان سوسیالیسم رو و پیروزی لیبرال دموکراسی رو به خصوص بعد از فروپاشی دیوار برلین مطرح کردن. کسانی مثل فوکویاما کتاب نوشتن و در مؤسسه مطالعاتی و مرکز مطالعات استراتژیک اولیم طرح‌های متعددی سازماندهی شد، مدون شد بعد از فروپاشی شوروی. ولی میدونیم که بعد از بحران 2006-2007 وقتی که کاپیتال مارکس در آلمان به عنوان پرفروش‌ترین کتاب مطرح شد، بعد از اینکه سرمایه‌داری از سوسیال دموکراسی به خنس خورد از اواخر سال 1978-79 بود که شیوه جدیدی از تولید سرمایه‌داری بر مبنای نظام اجتماعی تولید نئولیبرالیسم حاکم شد و این سیستم کماکان 35 سال به عنوان ایدئولوژی حاکم بر سرمایه‌داری جهانی مطرح بود که تلفیقی بود از مکتب هایک و فریدمن یا تلفیقی از مکتب شیکاگو ویم بودش. این در سال 2007-2008 بحران عمیقی که برگشت و همه ناگهان برگشتن به این که خب سرمایه‌داری شیوه نهایی تولید نیست، شیوه نهایی سیستم اجتماعی تولید نیست و
بار دیگه نگاه ها به مارکس جلب شد و کاپیتال به عنوان پرفروش‌ترین کتاب در آلمان و سایر جاها مطرح شد و فاصله طبقاتی که بعد از 35 سال حاکمیت نئولیبرالیسم که قرار بود از قرار معین شده بود که رفاه و خوشبختی بر انسان ها بیاره، فاصله طبقاتی به حدی رسید که سوسیال دموکرات ها و شبه کینزیان ها و نئو کینزیان های مثل توماس پیکتی رفتن به طرف کتاب سرمایه در قرن 21 و از فاصله عمیق طبقاتی و نابرابری عمیق طبقاتی به عنوان دستاورد سرمایه‌داری یاد کردن، بار دیگه نگاه به طرف سوسیالیسم جذب شد. در واقع تا زمانی که نابرابری وجود داره، مستقل از اینکه انقلاب اکتبر در چه کانتکسی پیروز شد و مستقل از اینکه در چه زمینه‌هایی منحرف شد از ریل اصلی خودش و چه دلایلی باعث شکسته شد، مسئله به سادگی اینه: تا زمانی که نابرابری وجود داره انقلاب هم وجود داره، تا زمانی که نابرابری و فقر وجود داره و فاصله طبقاتی وجود داره انقلاب هم وجود داره و سوسیالیسم هم وجود داره. به این ترتیب نظام سرمایه‌داری نظام نهایی اجتماعی تولید نیست و دیر یا زود بنابر انکشاف مبارزه طبقاتی جای خودش رو به سوسیالیسم خواهد داد. شما به ایران اشاره کردین، گفتین دستاوردهای زیادی رو داشته. مشخصا دستاوردهایی رو که انقلاب اکتبر در سال 1917 برای ایران داشت و پیامدهای آن در ایران چی؟ ببین، من به دستاوردهای انقلاب اکتبر اگه بخوام اشاره بکنم، مستقل از اینکه زمینهای شکستش چی بود، من میتونم به سه سطح گسترده و اینجا با توجه به کوتاهی فرصت شما در سه سطح گسترده به دستاوردهای انقلاب اکتبر به صورت تیتروار اشاره بکنم. فقط به صورت تیترها، را هر کدوم از این تیترها خودش واقعا زمینه و عرصه و دستاویز یک پژوهش گسترده ایه. شما میدونید در مورد انقلاب اکتبر زمینه های پیروزی، دلایل شکستش واقعا مبالغه نیست، به اندازه کتابخونه مقاله و کتاب نوشته شده. در زمینه دستاوردهاش هم همینجوری، متأسفانه دستاوردهای انقلاب اکتبر گاهی اوقات با درس‌های انقلاب اکتبر اشتباه میشه. اما اگه بخوایم در سه سطح مختلف به دستاوردهای انقلاب اکتبر اشاره بکنیم و به صورت تیتروار هم اشاره بکنیم، در سطح جهانی واقعیتش اینه که سوسیال دموکراسی اون چی که به عنوان نیو دیل به معنی شد و گفته می شد که ناشی از طراحی و نظریه پردازی های کینز دکسر وایت بوده و در برتون وود منجر شد به تشکیل صندوق بین‌المللی پول و بعد از 1949 به وجود اومد. واضحه که جنگ جهانی دوم در به وجود آمدن سوسیال دموکراسی دخالت داشت، اما همه میدونن، حتی خود سوسیال دموکرات ها، حتی کینز و جانشیناش مثل گیدنز که تلاش کردن سوسیال دموکراسی رو بازسازی بکنن در ترد وی، همه معتقد بودن که سوسیال دموکراسی به عنوان آلترناتیو سوسیالیسم مارکس و آلترناتیو اون چیزی که در شوروی داشت اتفاق میافتاد شکل گرفت. در به همین خاطر که میبینید وقتی اوباما اومد طرحهای حمایتی دولتش آورد، گفتن ببینید سوسیالیسم دوباره در آمریکا داره احیا میشه، به این خاطر که مثلا سوسیال دموکراسی رو سوسیالیسم خزنده هم گفتن. به این اعتبار میخوام بگم که سوسیال دموکراسی که اروپا رو برای مدت‌های طولانی در رفاه و آزادی اجتماعی بود، دولت رفاه شکل گرفت و در سوئد دولت کلاسیک رفاه شکل گرفت، در اروپای شمالی دولت کلاسیک رفاه شکل گرفت و مردم اروپا به خصوص کارگران و زحمتکشان از یک رفاه قابل توجه برخوردار شدند و فاصله طبقاتی تا حد ممکن به حداقل ممکن رسید، به نوعی ناشی از خطر سوسیالیسم شوروی بود. و شما دیدید که وقتی که سوسیالیسم در شوروی، همون سوسیالیسم داخل گیومه که در شوروی وجود داشت، همونجا که به مخاطره برخورد کرد، از سالهای 1980-81 که رکود تورم استگفلیشن در شوروی به وجود اومد و از دیوار برلین و شوروی از هم پاشید، دیدیم که سوسیال دموکراسی هم به تدریج شروع کرد به عقب نشینی، دستاوردهای خودش رو پس گرفت، در زمینهای مختلف رفاه خصوصی سازی های گسترده در اروپا صورت گرفت، مقررات گسترده صورت گرفت و دولت رفاه در اروپا جای خودش رو به تدریج به دولت های نئولیبرال داد. حتی مثلا جاهایی مثل یونان، جاهایی مثل فرانسه، در حتی در سوئد که نماد سوسیال دموکراسی است در اروپا، دولت‌های شبه سوسیالیست یا سوسیالیست مثلا دولت پاپاندرو در یونان ظاهرا با سوسیالیسم اومدن سرکار، ولی عملا سیاست‌های نئولیبرالیستی رو حاکم می‌کردن. یا در انگلستان حزب لیبر چنان نئولیبرالیسم نهادینه شده که حزب لیبر از برگشت به دولت رفاه عملا مستاصل شده بود.
در سطح اروپا است، اما در سطح در ایران خب طبیعیه که ببینید تو ایران ظرف 20 سال گذشته اصلاح طلبها کرد در اون دهه 60 رشد کردن اومدن، همشون مقام های امنیتی بودن، الان خودشون در رقابت با سوسیالیسمی که به تدریج داره رشد میکنه قرار دادن. و وقتی صحبت سوسیالیسم مطرح میشه تو ایران، صحبت از انقلاب سوسیالیسم مطرح میشه، بلافاصله میگن نه ببینید انقلاب این مسائل رو هم داره. اون سوسیالیسمی که در شوروی بود دیدید که متلاشی شد، یعنی شوروی رو به عنوان یک ضعفی برای سوسیالیسم مطرح میکنن و بلافاصله وقتی سوسیالیسم مطرح میشه اونها لیبرال دموکراسی رو مطرح میکنن، دستاوردهای خیلی شیک و سانتیمانتال غرب رو مطرح میکنن در برابر شوروی و انگار که مثلا شوروی یک مرکز شرارتی بوده و اون چه که از عشق و محبت و دوستی و مدرنیته بوده در غرب بوده و مردم ایران، جوانان ایران از انقلاب و سوسیالیسم می‌ترسن، در حالی که واقعا اگر یک ذره انصاف وجود داشته باشه، یک ذره ارزیابی واقعی از تاریخ انقلاب اکتبر وجود داشته باشه و یک آدم منصف و بی‌طرفی بخواد به انقلاب اکتبر رو بررسی بکنه و اثراتش رو در ایران از مشروطیت ببرد بخواد ارزیابی بکنه، واقعا به این نتیجه خواهد رسید که انقلاب اکتبر با همون ضعفایی که داشت که منجر شد به اینکه انقلاب از ریل خودش خارج شه، چه دستاوردها و چه تأثیرات عمیقی در ایران گذاشته. من نمیخوام به عنوان کسی که سوسیالیست هست و خب طبعا انقلاب اکتبر سمپاتی داره بخوام صحبت بکنم، ببینید در صدر انقلاب مشروطیت حالا لاهوتی که یک شاعر سوسیالیست بود و به لنین سمپاتی داشت، به حتی به استالین در انقلاب اکتبر و اونجا زندگی می شوروی زندگی کرد، اما کسانی مثل عارف، کسی مثل ملک و شعرای بهار به انقلاب اکتبر سمپاتی دارن. وقتی انقلاب اکتبر صورت گرفت، ببین یه کسی مثل ملک و شعرای بهار کتاب دو جلدی داره در مورد احزاب سیاسی، اونجا میگه که کشور ایران میگه که بین دو تا دشمن از دو سو کشور ایران گیر کرده و یه جوری شده که این دو تا دشمن عیناً اینو ملک و شعرای بهار می‌نویسن، میگه دو تا دشمن دارن خفش میکنن، هر کدوم سر ریسمانی رو گرفتن و دارن میکشن و اون بدبخت کشور ایران توی میون داره تقلا میکنه. اینا رو ملک و شعرای بهار میگه و اون میگه که آنگاه، این دقیقاً اینجوری میگه اگه درست بتونم از ذهنم نقل بکنم، میگه آنگاه یکی از آن دو خصم یک سر ریسمان رو رها کرد و گفت ای بیچاره من با تو برادرم، و اون لنین بود. یعنی وقتی انقلاب اکتبر صورت گرفت، روسیه امتیازات زیادی رو به دولت و مردم ایران برگردوند. اولین چیزی که برگردوند به ملت ایران حق تعیین سرنوشت بود. دومین چیزی که برگردوند لغو همه معاهدات روسیه تزاری صرف نظر از بدهی‌های هنگفت دولت ایران به روسیه بود. سومین مسئله‌ای که برگردوند لغو عهدنامه انگلیس بود که با روسیه تزاری برقرار شده و زمان قاجاریه و ایران رو به دو قسمت تحت نفوذ روسیه و انگلستان تقسیم میکردش. ببین اینقدر سمپاتی وجود داره در صدر مشروطیت، حالا من از حزب کمونیست حیدرخان اموغلی و سلطانزاده اینا میگذرم، که شاعرهایی مثل عارف، شاعرهایی مثل عارف برای انقلاب اکتبر شعر گفتن. حالا من از سایر دستاوردهاش که مثلا آزادی کشتیرانی به وجود اومد، خطوط تلگراف و راههایی که روس‌ها ساخته بودند، اینا همه رو به مردم ایران واگذار کردند، اصول محاکمات و قضاوت‌هایی که سابقا کنسولگری‌های روسی باعث می‌شدن که یک حق ویژه‌ای برای شهروند روس به وجود بیاد، اینا همش باطل شدش. اینا از اینا که بگذری، مثلا یه آدمی مثل عارف قزوینی شعری داره برای لنین، میگه که ای لنین ای فرشته رحمت، تخم چشم من آشیانه توست، کن قدم رنج زود بی زحمت، این بفرما که خانه خانه توست. و فقط اینها نیستش، میگن در عرصه های مختلف انقلاب اکتبر برای مردم ایران دستاورد داشت. مثلا سرحدات شوروی ایران بین ایران و شوروی مطابق اراده سکنه این سرحدات در واقع تعیین شدش، تمام امتیازات دولت روسیه تزاری لغو شد. مثلا بانک استقراضی ایران با تمام متعلقاتش به مردم ایران واگذار شد. آقای قرهوز، بله آقای قرهوز، شما در جایی گفتین که انقلاب اکتبر به لحاظ اقتصادی شکست خورد ولی به لحاظ سیاسی یک انقلاب پیروز بود. آیا هنوز معتقدین و چرا؟ میشه بیشتر توضیح بدین؟ ببین من انقلاب اکتبر رو اگر فرض بکنیم که انقلاب یک انقلاب سوسیالیستی، هدفش آزادی و برابری هستش،
پروسه شکست رو اینجوری ترسیم میکنم که حالا ببینید مثلا در مورد پیروزی سیاسی انقلاب اکتبر هم شاید بشه یه جورایی مشروط در مورد همون نظر منم هم ارزیابی کردش، که یه جورایی پیروزی سیاسی رو هم باید مشروط ارزیابی کرد. یعنی چی؟ یعنی انقلاب مفهومش اینه که وقتی که انقلاب به قدرت انقلاب صورت میگیره و پیروز میشه، یک طبقه جایگزین طبقه دیگه میشه و تحولات رادیکال سیاسی در عرصه سیاست اجتماع و تحولات رادیکال در عرصه های اقتصادی به وجود میاد. خب مسئله به سادگی اینه که بولشویک ها درست یک قدرت سیاسی رو کسب کردن از و دولت تزار رو شکست دادن، ولی مسئله به سادگی اینه که دولت تزار رو با تمام ابزارهای پلیسی، اقتصادی و زمینهای اجتماعی و فرهنگیش در هم نتونستن بشکنن. در واقع اون دیکتاتوری پرولتاریا، ببینید وقتی صحبت از دیکتاتوری پرولتاریا مطرح میشه و سوسیالیسم مطرح میشه، من نمیخوام حرف تو حرف بیارم، همه انگشتا رو میبرن به طرف استالین، میگن ببینید سوسیالیستا وقتی میان استالینیسم از توش در میاد. میخوام بگم که هر دولتی اولا دولت به عنوان ابزار حاکمیت طبقه ای که اونجا به هر حال قدرت سیاسی و اقتصادی رو به عهده داره، هر دولتی پلیس داره و هر دولتی زمانی که تهدید بشه از طرف اپوزیسیون پلیسش رو میفرسته و سرکوب میکنه. به این اعتبار دو هر دولتی ابزار سرکوب طبقه حاکمه، علیه طبقه محکوم. میخوام بگم بولشویک‌ها در شکستن تمام ابزارهای دولت قبلی هم موفق نبودن به یک مفهومی. به عبارت دیگه علارغم این که خیلی جالبه، علارغم که بولشویک‌ها رو به خشونت، قتل عام و کشتن مخالفین خودشون محکوم میکنن، واقعیت اینه که بولشویک‌ها تو این زمینه هم خیلی ملایم برخورد کردن. انقلاب اکتبر با کمتر از 20 نفر زمانی که انقلاب بود به پیروزی رسید. کشته های انقلاب یعنی 20 نفر 20 نفر کشته، کمتر از 20 نفر انقلاب تونست به قدرت برسه. یعنی بولشویک‌ها، حزب کمونیست و شوراهای کارگری با کمتر از 20 نفر تونستن قدرت رو بگیرن. این کجاش خشونت بود؟ حالا خانواده تزار رو 4 نفر، خب بالاخره جریان انقلاب دیگه، 4 نفر رفتن خانواده تزار رو اعدام کردن. این که نمیشه به عنوان بیس، چون سوسیالیست که میدونید با اعدام، سوسیالیست ها مخالف اعدام هستن، اولین جد تیفی هستن که سوسیالیست ها اعدام رو مخالف میدونید. میخوام بگم که یک مفهوم میشه مشروط نگاه کرد که انقلاب اکتبر به لحاظ سیاسی تونست قدرت رو به صورت موقت منتقل کنه به طبقه کارگر و حزب طبقه کارگر که بدون چور و چرا و بدون تخفیف بولشویک ها نمایندگی میکردن، اما به لحاظ اقتصادی موفق نبود. به لحاظ اقتصادی موفق نبود و علارغم این که به لحاظ اقتصادی هم موفق نبود، من میتونم به سادگی همون دستاوردهای گسترده ای که در اقتصاد سیاسی شوروی به وجود آورد رو برای شما به عنوان دستاوردهای اولیه انقلاب اکتبر یاد بکنم. به اون من میگم آقای قرارگوزو، اون چه همه بر اون توافق دارن این که انقلاب اکتبر روسیه شکست خورد، آیا میشه یک مقطع، یک نقطه تاریخی مشخصی رو برای این شکست تعیین کرد؟ برخی از منتقدان لنین میگویند که انقلاب اکتبر از همون سال 1921 با معرفی سیاست اقتصادی نب شکست خورد، برخی دیگه به دستگیری قدرت به دست استالین رو نقطه آغاز این شکست میدونن. شما چی فکر میکنید؟ ببین واضحه که نپ، من فکر میکنم که ظرف 4-5 ماه گذشته در مورد نپ فکر میکنم 6 تا مقاله اختصاصی منتشر کردم و نپ رو به عنوان عقب نشینی خب باید پذیرفت. در واقع نپ یه سیاست منشویکی بودش که متاسفانه به بولشویک ها تحمیل شد. اما اینکه من یه نکته اضافه کنم و وارد این، ولی اون موقع منشویک ها دیگه نبود، منشویک ها با بولشویک ها سیاست منشویکی بود، سیاست نپی سیاست منشویکی که در جهت انکشاف اقتصادی شکل میگیره و در حال جای بحثون نپی بحث کاملا تخصصیه و اینجا ما واردش بشیم نه فرصت داره شما و یه میدونم ممکنه خسته کننده باشه. اگه خاصی در مورد نپی برنامه ویژه بزنیم ما در مورد نپ بشینیم ساعت ها صحبت بکنیم. خب یه چیزی که میخوام بگم، دولت تزاری کاملا ابزار سرکوب و ابزار بوروکراتیکش در هم شکسته نشد. اینجوری میخوام عرض بکنم خدمت شما، در اواخر دهه 30 ببین اگه این دولت تزاری در هم شکسته شد، هم پلیسش، هم سیستم اداری و بوروکراتیکش، نمیشد به اینجا رسید که در اواخر دهه 1928-29 که نزدیک به 75% ژنرال ها و کادرهای ارتش و بوروکرات برمیگردن و در دولتی که استالین سازماندهی کرده بود چه اونجا برمیگردن و به عنوان نیروهای جایگزین اونجا هستن و در بدنه دولت قرار میگیرن. این یه نکته.
اما در ارتباط با اینکه چه مبدعی رو بعضیا میگن اصلا انقلاب از اول شکست خورده به دنیا اومد، از اینکه بگذریم، یا بعضیا میگن انقلاب اصلا کودتا بود، اخیرا یه دهی گفتن از قرار میانبر بود انقلاب، ظاهرا بعضی گفتن زودرس بود، حالا بحث منشویک ها که نمیدونم باید صبر میکردن، سوسیالیست ها انگار که مثلا انقلابی بحث ارادیه، باید صبر بکنی هر وقت وقتش رسید مثلا انقلاب رو بکنی. انقلاب که اصلا ارادی نیستش، که انقلاب همون تعبیری که مارکس داره موش کور تاریخ است، و انقلاب در واقع انقلاب نمی کنن، انقلاب می شود. و این فرصتی که به وجود اومد، طبعا حزب بلشویک حزب کارگری بود، در فرصت خوب استفاده کرد، قدرت سیاسی رو گرفت. اما در پروسه انتقال طبقاتی قدرت اقتصادی اختلالات زیادی به وجود میاد. در واقع مطلع شکست انقلاب رو اینجوری میشه ارزیابی کرد که خب میدونی بعد از انقلاب بیش از نزدیک به 14 کشور امپریالیستی به انقلاب حمله کرد، کادت ها، سفید های داخلی یک جنگ داخلی گسترده رو علیه انقلاب اکتبر سازماندهی کردن. اون دوره 4 ساله که بلشویک ها درگیر بودن با کادت ها و دولت های 14 دولت امپریالیستی، خب میدونه به کمونیسم جنگی مشهور هستش. میخوام بگم کمونیسم جنگی تا یه حدود زیادی صدمات خیلی عمیقی به انقلاب اکتبر وارد کردش. یعنی در سال 1924 اتفاقاتی افتادش که خب اگر مثلا در حوزه آمار بخوایم بررسی بکنیم، در حوزه به طور مشخص اقتصادی و صنعتی بخوایم بررسی بکنیم، اینجوری هستش که ببینید از 4 سال بعد از نف، یعنی دقیقا اگه نف رو سال 1926 ببینیم، سالهای 1927-28 که در واقع دیگه سیاست های سوسیالیسم در یک کشور، اون صنعتی سازی های گسترده شروع میشه، سطح تولیدات صنعتی که نسبت به سال 1914 وجود داشته نزدیک به 18% در سال 1928 کاهش پیدا میکنه، هم بر اثر جنگ های عجیبی که جنگ در اونجا وجود داشته. خب سطح تولیدات نسبت به سال 1917 خب نزدیک به 24% سطح تولیدات صنعتی کاهش پیدا میکنه بعد از کمونیسم جنگی رو عرض میکنم، یعنی 1924. بله. کسایی که میخوان مطلع شکست رو شروع بکنن، بالاخره شکست که یک شبه اتفاق نمیفته، کمان که انقلاب یک شبه اتفاق نیفته از سال 1905 و حالا انقلاب فوریه بود. میخوام بگم که اگه مطلع شکست انقلاب رو بخوایم شروع بکنیم، درسته که یک تاریخ به طور مشخص نمیتونیم براش مقرر بکنیم، معیر میکنیم، ولی من سریع میخوام خدمت عرض بکنم که در واقع بعد از کمونیسم جنگی جامعه شوروی دستخوش یک سری تحولات عجیبی شد که علیرغم اینکه داشت اون قطار، مثال قطار رو که شنیدی که قطار پیش میرفتش، قطار انقلاب تا یه حدودی یه جاهایی متوقف شد. یعنی ببین بعد از کمونیسم جنگی سال 1923-24 یه چیزی حدود 75% منابع تولیدی شوروی منهدم شد. خب این خیلی مهمه، اون 4 سال جنگ. ببینید بره انقلاب اکتبر وقتی صورت گرفت سال 1917 پرولتاریای صنعتی نزدیک 3 میلیون نفر بودن. خب درسته عدم توازن بین شهر و روستا وجود داشت و نزدیک 20% پرولتاریا در شهر زندگی میکردن و 80%ش موژیکایی بودن که خب در روستا زندگی میکردن. این معنیش این نیستش که انقلاب اقتصاد سیاسی شوروی اقتصاد سرمایه‌داری نیست، اصلا معنیش این نیست، ولی میخوام بگم که جنگ باعث شد که پرولتاریای 3 میلیون نفری 1917 در سال 1924 به چیزی نزدیک به 200 هزار نفر برسه. خب کادرهای پرولتر تو این جنگ کشته شدن، بسیاری از کادرهای برجسته پرولتر کشته شدن تو جنگ، تو در جریان کمونیسم جنگی. ببین سال 1927-28 که شروع میشه تعرض علیه جناح چپ حزب بلشویک، خب تروتسکی رو دستگیر میکنن. وقتی تروتسکی رو دستگیر میکنن، تروتسکی که کم آدمی نبودش، که بوخارین که کم آدمی نبود، زینوویوف، کامنوف، وقتی تروتسکی رو دستگیر میکنن، تروتسکی به عنوان یکی از رهبران محبوب پرولتاریای انقلابی، وقتی تروتسکی رو دستگیر میکنن، شما میبینید یک اعتراض کارگری تو اونجا صورت نمیگیره. واقعا چه سوال مهمیه که چجوری میشه تروتسکی رهبر محبوب انقلاب اکتبر دستگیر میشه، تبعید میشه و به تدریج اون دادگاه ها شکل میگیره، تا حتی تا اعدام بخارین و کامنوف پیش میرن و اتفاقی نمیفته. میخوام اینجوری خدمت شما عرض کنم که بخش اصلی از
پرولتاریای بولشویک، همونهایی که در شوراهای کارگری وجود داشتن و همونهایی که طبقه کارگر شوروی رو، طبقه کارگر روسیه رو سازماندهی کردن، متحزب کردن در حزب بولشویک، اینا تو اون 4 سال کشته شدن. یه چیزی حدود 12 میلیون شهروند غیرنظامی در جریان 4-5 سال کمونیسم جنگی و یورش دولت امپریالیستی کشته شدن. از خب نزدیک به چی؟ روند شکست انقلاب اکتبر، از همون اوایل انقلاب با نارسایی ها و که با خودش آورد و سیاست هایی که با خودش آورد، از همون جا شروع شده شما فکر میکنید؟ نه 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 نه، من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. ببین انقلاب در همین حوزه اقتصادی که شما پرسیدی، ببین انقلاب وقتی پیروز شد، از همون پیروزیش تا 10 سال اول، خب دستمزدها رو نزدیک به فاصله دستمزدها 1:2، خب بیکاری به طور مطلق از بین رفته. حالا بحثی که در مورد حقوق زنان صورت گرفته که خودت میدونی چه امتیازات گسترده، برای اولین بار حق رأی به زنان داده شد زمانی که اصلا که در کشورهای پیشرفته صنعتی اروپا زنان حق رأی نداشتن. اون در 10 سال اول کماکان قطار انقلاب با سرعت پیش میاد. میخوام بگم که شکست از زمین زمانی شروع میشه که دموکراسی یه جوری بهش مورد تعرض قرار میگیره. اتفاقاتی که در کنگره 10 اتفاق میفته، اون سانترالیزم دموکراتیک تو حوزه آزادی های فردی و اجتماعی به بهانه جنگ متعرض میشن به سانترالیزم دموکراتیک و آزادی های فردی و اجتماعی از بین میره به تدریج و به تدریج نهادینه میشه، استبداد نهادینه میشه. این استبداد حزبی که حزب رو جای طبقه میذاره، یه بخشش از کنگره 10 شروع میشه و استبداد نهادینه میشه، یه بخشش اینه، یه بخشش هم شکاف های اقتصادی که به وجود اومد. ببین انقلاب دستمزد رو، فاصله دستمزد رو به حداقل ممکن رسوند. خب یعنی اون 10 سال اول انقلاب فاصله دستمزد بین پایین و بالا 1:2 بود. خب 1:2 بود. حالا مضاف بر این که مسئله بیکاری اینها از بین رفت، ولی وقتی که صنعتی سازی شکل گرفت، یه پدیده به اسم استخانوفیزم از توش به وجود اومد. استخانوفیزم وقتی صحبت میکنیم یه چیزی تو حوزه مثلا مایه‌های تیلوریسم، مکارتیزم. خب سال 1936، حالا ضمنی که مثلا من اشاره کردم خیلی سریع به اختلال روند دموکراتیک در حوزه دستگیری رهبران سیاسی انقلاب اکتبر و بازگشت افراد دولت سابق، کادرهای ارتش و بوروکرات‌ها، در حوزه مسائل اقتصادی هم اختلالات واضحی وجود داره. ببین سال 1936 قرار نبود مگه انقلاب اکتبر دستمزدها رو مثلا در کمون، چجوری وقتی کمون پاریس به قدرت رسید در همون پاریس مقرر کردن که نماینده های کارگری دستمزدشون به اندازه کارگر متخصص باشه، درست؟ انقلاب اکتبر هم همین بود، یه روزه دستمزد، یعنی دستمزد کادرهای متخصص، مهندس ها، تکنیسیان ها، جنرال ها، یه چیز حدود 2 برابر کارگران معمولی باشه. در سال 1936، خب وقتی که شکست در واقع داره به تدریج نهادینه میشه، میانگین دستمزد کارگران در سال 1936 یه چیزی حدود 2000، اگه اشتباه نکنم 2776 روبل بوده سالانه. به طور متوسط میشه در ماه یه چیزی حدود 231 روبل. خب در سال 1936 این مسئله خیلی مهمه، میخوام شکاف طبقاتی رو بگم از کجا شروع میشه. بله. و این شکاف طبقاتی چیزی، یعنی طبقه سرمایه‌داری روسیه به این خاطر شکل نمیگیره که اونجا مثلا چیزی که رفقای تروتسکیس میگن صرفا مثلا یه دولت منحط بوروکراتیک بود، صرفا مثلا دموکراسی به خطر افتاد و اونجا انقلاب شکست خورد. مسئله این نیست، مسئله ما اکونومیست نیستیم، ولی نگاهمون به اقتصاد سیاسی روسیه معطوف به مسئله مهم دستمزد است. سال 1938، بعد از 1936 که برات عرض کردم، سال 1938 میانگین دستمزد مدیرا میدونی چقدر بوده؟ مدیرای ارشد یه چیزی بوده 300 هزار روبل دستمزد میگرفتن. کارگرا چقدر میگرفتن؟ کارگرا نزدیک 2770 روبل میگرفتن، مدیرا 300 هزار روبل میگرفتن. یعنی فاصله دستمزد به عنوان بیس دیگه، دستمزد یعنی معاش، دستمزد یعنی معیشت، دستمزد یعنی نون، دستمزد یعنی همه چی، دستمزد یعنی مسکن، دستمزد یعنی همه چی. خب فاصله دستمزدی که انقلاب 10 سال اول انقلاب 1:2 بود، سال 1338 تبدیل میشه به 1:10، یعنی مدیران ارشد 10 برابر کارگرا دستمزد میگرفتن، پول میگرفتن. حالا من اصلا بحث لغو کار مزدی رو که هدف انقلاب هست اصلا اینا نمیخوام وارد این بشم،
مسئله صنعتی سازی همون سال 1338 رو میگم، معاونای مدیران کل، معاونان در حد مثلا سرگرد و سرهنگ، یه چیزی حدود نزدیک 120 هزار روبل اینها حقوق میگرفتن که 5 برابر حقوق کارگر است. یه اشاره دیگه هم بکنم به بسترها و زمینهای شکست. در سال 1930 یه قانونی رو نقض کردن، تنظیم کردن که به موجب اون قانون اعتصاب ممنوع شد. خیلی جالبه، سوسیالیست ها همیشه از حق اعتصاب کارگرها به عنوان بدیهی ترین حق اعتصاب کارگر در مقابل کارفرما دفاع میکنن دیگه. تو همه جوامع اینجوریه، ما میگیم که کارگر هیچ ابزار دیگه نداره در مقابل کارفرما در دفاع از حق خودش مگر اینکه تولید رو بخوابونه. سال 1930 حق اعتصاب لغو شد. خب این در یک دولت سوسیالیستی به هیچ عنوان قابل قبول نیست که حق اعتصاب لغو بشه. آقای قراگوزلو، در بخش صحبتاتون شما مثلا شورای عوض شد و این چیزا، مثلا قانون ارث یه اتفاقیاتی افتاد. ببین مثلا اینم بگم بگذاریم، مثلا تو بولشویک ها وقتی به قدرت رسیدن یه قانونی تصویب شد اگه اشتباه نکنم اواخر آوریل 1918 است، 25 یا 27 آوریل اگه خاطرم درست باشه، که بولشویک های قانونی تصویب کردن بلافاصله که فرمان مصادره ارثیه های بیش از 10,000 روبل رو صادر کردن. خب مسئله ارث خیلی مهمه دیگه. 11 سال بعد از این ماجرا اواخر 1929 که دولت جناب استالین مالیات بر ارث رو تصویب کرد، یعنی شما هر چقدر که از خانواده سرمایه‌دارت پولدارت بهش ارث می‌رسید میتونستی به ارث ببری مالیات بدی. خب اینها به سادگی نمیشه ازش از کنارش گذشت. شما به سوسیالیسم در یک کشور اشاره کردیم و در چند مورد به اهمیت وجود تروتسکی و مسئله تئوری که پیروزی سوسیالیسم در یک کشور، من میخوام یه اشاره‌ای به وقایع چند سال گذشته در اروپا بیندازم و اون که سیریزا در یونان، پودوموس در اسپانیا هنوز ایده های سوسیالیستی داره سر بر میاره، موفق میشه، ولی دوباره تحت فشارهای سرمایه‌داری جهانی به شکست منجر میشه و یأس زیادی رو نیز به دنبال خودش میاره در قبال اون ایده هایی که مردم به دست میگیرن که دوباره برابری عدالت رو به جامعه بیارن. آیا به نظر شما تئوری تروتسکی در پیروزی سوسیالیسم در یک کشور، به ویژه با توسعه‌ای که تکنولوژی ارتباطات در جهان کنونی انجام گرفته، سیستم بسیار پیچیده بانکی که در جهان انجام گرفته و بسیاری از کشورها رو به شکست منجر میکنه، هر انقلابی رو، نظر شما در این مورد چیه؟ تا چه حد انقلاب سوسیالیستی در یک کشور در چنین مقطعی ممکن؟ بله ببین، تیتر قضیه اینجوریه، من اینجوری خیلی خلاصه اگه بخوام تو یه خط بگم، برگردم به قضیه سوسیالیسم در کشور به لحاظ تاریخی، خب جای خودش داره. سوسیالیسم در یک کشور واقعیتش اینه که پیروزی سوسیالیست در یک کشور به این معنی که طبقه کارگر، طبقه پرولتاری هر کشور اولین وظیفه‌اش، اولین گامش و اولین اولویتش تسویه حساب با بورژوازی خودیه، در این بحثی نیست. در نتیجه پیروزی سوسیالیسم در یک کشور ممکنه، اما حرکت بعدی اینه که آیا تحقق سوسیالیسم در یک کشور هم آیا ممکن هست یا نیست. اینجا دیگه میشه وارد بحث شد. خب میدونید تروتسکی هم بحث انقلاب مداوم شاید مارکس گرفته، واضح انقلاب مداوم نیست، این اونه بستش داره که مقوله درستی هم هستش. شما میدونید بعد از قضیه نفت از اواخر 1926 و پس از مرگ لنین، تو حزب بولشویک در واقع دو تا خط سیاسی وجود داشتش. یکی معتقد بودش که نپ رو باید ادامه بدیم، به کشاورزا کمک بکنیم، نیازهای صنعتیمون رو از خارج از کشور وارد بکنیم. یک خط هم اعتقاد به این داشت که نپ رو باید قطع بکنیم، اشتراکی کردن رو باید تو دستور کار قرار بدیم، اشتراک کردن اجباری مزارع و خب و بریم به طرف صنعتی سازی سریع. این تفکر از کجا اومد؟ تفکر از زمانی اومدش که اسپارتاکیست ها در آلمان شکست خوردن و از درون انقلاب تحولات اجتماعی جنبش سوسیالیستی آلمان فاشیزم به وجود اومد. روزا لوکسانبورگ و لیبکنیخ اینها رو حزبشون رو و خودشون رو ترور کردن و حزبشون رو قلقم کردن و درون آلمان فاشیزم به وجود اومد. واقعیت اینه که واضحه که اگر چنانچه انقلاب آلمان
پیروز میشه و سوسیالیسم، اگر در آلمان پیروز میشه و سوسیالیست های آلمان به عنوان متحدین بلشویک ها نه فقط نیازهای صنعتی بلشویک ها را تعمین میکردن، بلکه مسیر انقلاب به طرف اروپا نیز فراهم میشد، باز میشد مسیرش، اصلا اتوبان میشد، آسفالت میکردن اسپارتاکیستا اگر انقلابشون پیروز میشد. مسیر انقلاب به طرف اروپا مطمئنا اگر انقلاب در آلمان به وجود میومد، جای بعدی حتما ایتالیا، مجارستان و بعدش حتما انگلستان بود. اما به هر ترتیب میدونیم که شکست انقلاب در آلمان باعث شدش که خط سوسیالیسم در یک کشور به عنوان خط حاکم به حزب بلشویک قانونی بشه، مقرر بشه و به صورت سیاست های طبقه حاکم در شوروی در بیاد و صنعتی سازی سریع شکل گرفت و مقولاتی که در حوزه صنعتی سازی به وجود اومد. اما امروز اشاره کردید شما به سیریزا، من میخوام بگم که حتی در درست ببینید در 40 سال گذشته اگر بخوایم نگاه بکنیم به وضعیت احزاب سیاسی چپ در اروپا، میتونیم سیریزا، حالا پودموس که خب نتونست به قدرت برسه، سیریزا رو یکی از احزاب، بله سیریزا رو الان که تو اسپانیا با اون حزب فاشیست آقای راخوی و اتفاقاتی که در حوزه کاتالان در اتفاق میفته که حالا اسپانیا مقوله دید، ولی جریان سیریزا به عنوان اولین جریان و اولین حزب سازماندهی شده رادیکال چپ ظرف 40 سال گذشته جریان بسیار قابل تعاملیه برای سوسیالیست‌ها. ببین درسته که سیریزا، سیپراس، جریان سیپراس از درون یک انقلاب قدرت رو نگرفتن، از طریق انتخابات و سازوکارهای پارلمانتاریستی تونستن در یونان به قدرت سیاسی برسن. همون سیریزا با این حال، همون سیریزا اگرچه نونچه به جای مماشات با اتحادیه اروپا و به جای تسلیم شدن به ترویکا و رفتن توی حوزه طرحهای آنتی آسترویتی یا طرحهای ریاضت اقتصادی، حل مسئله اقتصادی یونان رو به جای اجرای برنامه های نئولیبرال صندوق بین‌المللی پول، اگه حل مسئله اقتصادی یونان رو از طریق سیاسی دنبال میکرد، به عبارت دیگه اگه دست میورد به صنعت کشتی سازی، بانک ها و بورس یونان رو مصادره میکرد و میتونستش که مسئله دستمزد و سایر بدهی‌های یونان رو از این طریق حل بکنه، خیلی از مسائلشون به نظر من حل میشد و اونها میتونستن کمک بکنن به اینکه پودموس هم در موضع بهتری قرار بگیره. در آخرین انتخاباتی که در یونان شکل گرفت، سیریزا طرح‌های ریاضتی رو به رفراندوم گذاشتن، شما میدونید 61% مردم یونان رأی دادن به اینکه سیاست‌های ریاضتی برای همیشه ملغا بشه. طرح‌های آنتی ریاضتی رأی دادن مردم یونان 61%، یعنی که سیریزا پشتوانه اجتماعی کافی رو هم داشت، یعنی پرولتاریای طبقه کارگر یونان به سیریزا رأی داد که دست به اقدامات سیاسی بزنه. معنی 61% این بود. اما سیریزا چیکار کرد؟ وقت خودشون رو، زمان رو به نفع اتحادیه اروپا از بین بردن. من یادم میاد که هم 2-3 مکاتبه در سطح علنی داشتیم با آقای واروفاکیس که اون زمان اگه یادت باشه وزیر اقتصاد یونان بود و ازشون می‌خواستیم که این کارو بکنید به عنوان دوستان سیریزا، به عنوان دوستان جریانی که می‌خواست تحولات اجتماعی رو در یونان به وجود بیاره. و واروفاکیس، جالب، واروفاکیس می‌دونه استفاده در اعتراض به همین ادامه تحول ریاضتی، استاد دانشگاه در سیدنی بود. دقیقاً حالا اون سیدنیش رو من نمی‌دونم ولی خب به هر حال استاد دانشگاه بود. آره واروفاکیس میدونی میگفت چی؟ واروفاکیس میگفت آقا ما بلند میشیم مثلا میریم اتحادیه، میریم مثلا آمستردام، میریم با هلندی و آلمانی و مثل گرد میریزن سرمون، یه مطالباتی از ما دارن، آمار پیچیده ارقام مختلف رو میذارن جلوی ما و ما میریم مثلا میگن که اینا تا 2 هفته دیگه بیم، 2 هفته دیگه میریم دوباره سه چیزا میگن. اصلا باید که آقا اقتصاد سیاسی درس خونده و درس میداد و اصلا ما رو گیج کردن اروپایی ها، اصلا نمیدونی چی کار باید بکنیم و خودشون میدونید زنان سرکول هم دیگه و اون خط نسبتاً چپ و رادیکال، خط مارکسی نبود ولی همون خط نسبتاً چپ و رادیکال واروفاکیس که میتونست خیلی از مشکلات یونان رو حل بکنه در اقلیت قرار گره و خط سیپراس علی‌رغم که پایگاه توده‌ای داشت، پایگاه اجتماعی داشت، حاکم شد و سیاست اتحادیه اروپا رو پیش برد و وقتی هم که کارگرها در یونان اعتراض کردن به سیپراس با موتور پلیس و گاز اشک‌آور زدن داخل کارگرها رو آوردن. حزبی که قرار بودش که جلوی فریز شدن دستمزدها رو بگیره، خودش رفت فریز کرد دستمزدها رو. حزبی که قرار تو مسئله صندوق‌های بازنشستگی امتیازاتی بده به کارگرای یونان، دقیقاً برعکس پلتفرم انتخاباتی خودش عمل کرد. اگه به سوال برگردیم، میشه پس در یک کشور انقلاب شکست
میخوام بگم شکست سیپراس معنیش این نبودش که در یک کشور نمیشه انقلاب سوسیالیستی کرد. شکست سیپراس معنیش این، شکست سیریزا و سیپراس معنیش اینه، یعنی معنیش رو من با فاکت میتونم به شما نشون بدم، به هر کسی که مدعی این مرسستش با فاکت با آمار میتونم نشون بدم که شکست سیریزا در یونان به خاطر این نیستش که سوسیالیسم در یک کشور به پیروزی نمیتونه برسه. اول اونو که ادعای پیروزی ادعای کشور دو حزب سوسیالیستی نداشتن، حالا به عنوان حزب چپ. خب شکست سیریزا در یونان و برگشتش به اتحادیه اروپا به خاطر سیاست های غلطی بودش که اون اتخاذ کردن. گرچه در تایید صحبت شما اینو بگم، سوسیالیسم امروز پیروز بشه، درست خیلی از مشکلات سوسیالیست ها و انقلابی اکتبر نخواهد داشت دیگه، با انکشاف اقتصادی و نمیدونم خورده بورژوازی و عدم توازن بین شهر و روستا و این چیزا مواجه نخواهد بود. سوسیالیسم امروز اگه پیروز بشه، یا سوسیالیسم به قول پولانزاس میگه یا دموکراتیک هست یا نیست، سوسیالیسم نیست دیگه. سوسیالیسم اگه امروز پیروز بشه، به راحتی خطر حزب جای طبقه رو میفهمن سوسیالیستا. خب با اون مشکلات نپ و از قبیل این مسائل مواجه نخواهد شد. به راحتی امروز نمیشه سوسیالیسم اگه پیروز بشه 14 از کشور حمله بکنن و دخل سوسیالیستا رو در بیارن. اما چه بسا امروز هم بخوان تحریم بکنن، سیاست تحریم بانکی رو بخوان بزنن. واضحه که با سیاست های گلوبالیزاسیون که الان به وجود اومده، اگر سوسیالیسم بخواد در یک کشور حاکم بشه و در عین حال بخواد ادامه پیدا بکنه و سیاست های سوسیالیستی رو به پیش بره، با این وضع جهان که وجود داره، با این وضع سازوکارهای جهانی سازی که وجود داره، حوزه بانک ها، بازار بورس و اقتصاد جهانی شده، قدم خیلی دشواری داره. آقای به همین خاطر شاید مثلا بعد از فروپاش شوروی جریان های مثلا ملیگرای چپ، مثلا چپ که میگم داخل گرومه میگم چپ ناسیونالیست، خب وقتی که شوروی میفته به عنوان قدرت، من میخوام مثلا سیریزا ببینم اگه شوروی بود سیریزا وضع بهتری پیدا میکرد. درست شوروی، حالا ما گفتیم از 1926 27 28 اختلال به وجود اومده بود تو اونجا و زمین های شکست شکل گرفت، ولی همون شوروی داخل گیومه سوسیالیستی اگر بود، به نظر من سیریزا به این خنسی که امروز خورد به وجود نمیومد. خب به خنسی امروز نمیخورد. میخوام بگم اگه یه قطب چپ قدرتمند در سازگارهای دولتی در سطح جهان وجود نداشته باشه، حتی سازمانهای ترقیخا مثل صاف، سازمان آزادی بخش فلسطین، مثل همین اتحادیه میهنی بغل گوش ما کردستان، اینها به گرایش به راست پیدا میکنن، اینا گرایش به راست پیدا میکنن. مام جلال با وجود شوروی بودش که اساسنامه اتحادیه میهنی یکتین اجتماعی رو عروچه باید کرد نوشت. وقتی که شوروی افتاد هیچ قوت به چپی وجود نداشت، مام جلال به این نشه رسید که اگه میخوای قدرت رو بگیری باید بری مکه اینو ببینی، آمریکا رو باید ببینی دیگه قدرت رو میخوای بگیری. در نتیجه همشون غلطیدن و تو بغل امپریالیست ها. آقای قراغوزلو، برای بانوان خاتمه گفته میشه، شعارهایی گفته میشه که ما به یک انقلاب اکتبر دیگری نیاز داریم یا به اکتبر دیگری نیاز داریم، با توجه به اینکه انقلاب اکتبر شکست خورد، آیا این شعار درستیه؟ ببین در حوزه دستاورد انقلاب تو واضح، من نمیدونم اونایی که میگن ما به یک انقلاب اکتبر دیگر نیاز داریم از چه منظری میگن، حوزه متدشون چیه، ولی واضحه که 100 سال بعد از انقلاب اکتبر با این تحولات عمیقی که در همه جا اتفاق افتاده، کپی کردن اون انقلاب نه ممکنه نه مقدوره و نه هیچ آدم عاقل سوسیالیست عاقلی دست به این کار خواهد زد. اما وقتی که صحبت از انقلاب اکتبر میشه و گفته میشه که ما نیاز به یک انقلاب اکتبر داریم، من اینجوری میفهمم ماجرا رو که ما نیاز به این داریم که بریم به طرف تحولاتی که اولا انقلابی باشه. یک، چون وقتی صحبت از انقلاب اکتبر مطرح میشه این هستش که یک حزبی که متکی بود به شوراهای کارگری و متکی بود به کارگران متشکل و متعذب، دست برد به قدرت سیاسی و قدرت رو قبض کرد. این اولین پوینتیه که این اولین پوینتیه که اول امتیازی که من از ما به انقلاب اکتبر دیگری نیاز داریم، من میتونم نتیجه بگیرم. یک، دوم این که ما نیاز داریم این که یک حزب سوسیالیست جدی وجود داشته باشه، نه حزب سوسیالیست کاغذی، حزب سوسیالیستی که پایگاه اجتماعی داشته باشه، حزب سوسیالیستی که کارگرها توش سازماندهی شده باشن، حزب سوسیالیستی که وظیفه‌ش سازماندهی کارگران و شوراهای کارگری متشکل داشته باشیم. ما دو تا سه تا چهار تا سندیکای در به داغون که نمیتونیم کاری انجام بدیم. که بولشویک‌ها وقتی دست بردن به قدرت سال 1917 بود که دست کم 126 تا شورای کارگری برای لنین نامه نوشتن که آقا چیکار می‌خواید بکنید. هم قبل از انقلاب
شورای کارگری در روسیه جلوی کودتای کورنلیوف وایسادن. این که ما به انقلاب اکتبر نیاز دیگری نیاز داریم، ببین حتی در دوران سرمایه‌داری هم این لمس شده، احساس شده. شما فکر میکنید پدیده پیکتی از کجا اومدش؟ تو همین تلویزیون BBC انگلیسی و فارسی دارن هشدار میدن، میگن آقا جون اگر چنانچه مراقب این فاصله طبقاتی نباشید، بولشویک ها میان و دوباره انقلاب اکتبر میشه. اگر فاصله طبقاتی بیشتر از این بشه، چیزی که وجود داره بیشتر از این وجود بیاد، شکاف بین پایین و بالا بسته، اون چیزی که جنبش 99% وال استریت گفتند، و اگر بیشتر از این بشه سر و کله بولشویک ها به وجود میاد، پیدا میشه. این که انقلاب اکتبر دیگه نیاز داریم، نه ما، همه دنیا نیاز دارن. معنیش اینه که ما نیاز داریم که از فقر فاصله بگیریم، معنیش اینه که ما نیاز داریم به یک زندگی انسانی معاش نیاز داریم، معنیش اینه که ما به برابری نیاز داریم، معنیش اینه که ما آزادی میخوایم. وقتی ما میگیم به انقلاب اکتبر دیگه نیاز داریم، معنیش جز این نیست، معنیش اینه که رفاه میخوایم، معنیش اینه که دستمزد یک چهارم زیر خط فقر نمیخوایم. به این معنی بله، ما به انقلاب اکتبر دیگری نیاز داریم. یعنی تا زمانی که نابرابری باشه، واضحه که انقلاب اکتبر یک اولویت برای هر آدم شرافتمندی. مثلا آدم سوسیالیست ها نگاه نمی کنن. نگاه ما به سوسیالیست که ایدئولوژیک نیستش که. من میگم تا زمانی که این شرایط وجود داشته باشه، تا زمانی که 1 میلیارد گرسنه وجود داشته باشه و فاو ازش این باشه، توزیع ثروت این باشه، معلومه که ما به یک انقلاب اکتبر دیگری نیاز داریم. آقای قراگوزو بسیار بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار استدیوی نو در سیدنی قرار دادین و امیدوارم دوباره شما رو در برنامه های آینده داشته باشیم. آرزو موفقیت دارم و شب و روز خوش میگم به شما و مخاطبان رادیو.